سرخط خبرها، حمله نظامیان اسرائیل به فلسطینیان در شهر الخلی، 3 کشته در اثر حمله پهپادی ترکیه در شمال سوریه، واکنش ایران به اتهام آمریکا در خصوص نقشه ترور بولتون و پومپئو توسط سپاه، و انهدام 300 موشک هیمارس آمریکایی توسط روسیه. مشروع اخبار. حمله نظامیان اسرائیل به فلسطینیان در شهر الخلی. به گزارش اینا از پایگاه خبری ماع فلسطین، نظامیان صهیونیست در مرکز شهر الخلیل با فلسطینیان درگیر شدند و به سمت آنها تیراندازی و گاز اشکاور پرتاب کردند. بر اساس این گزارش، یک نوجوان 15 ساله فلسطینی در منطقه باب الزوایه واقع در مرکز شهر الخلیل در این درگیری به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست زخمی و به بیمارستان منتقل شد. روز سه‌شنبه در درگیری فلسطینیان با اشغالگران اسرائیلی در شهر الخلیل، یک نوجوان فلسطینی به شهادت رسیده بود. روز چهارشنبه نیز مناطق مختلف کرانه باختری صحنه درگیری میان نظامیان صهیونیست و فلسطینیان بود که در این درگیری‌ها دست کم 11 نفر بازداشت شدند. 3 کشته در اثر حمله پهپادی ترکیه در شمال سوریه. به گزارش اینا از خبرگزاری رسمی سوریه سانا، پهپاد ترکیه به اطراف روستای ملا سبا در غرب قامشلی واقع در حومه شمالی حسکه حمله کرد. منابع محلی به خبرنگار سانا گفتند پهپاد ترکیه یک خودروی سواری را در حومه روستای ملا سبا هدف قرار داد که شماری کشته شدند. شبکه المیادین گزارش داد در حمله پهپادی ترکیه به جنوب غرب قامشلی 3 نفر کشته شدند. روز سه‌شنبه نیز در حملات نیروهای ترکیه به چند محله در شهر قامشلی و تعدادی از روستاهای حومه شمالی حسکه یک غیر نظامی کشته و شماری کودک و زن زخمی شدند. واکنش ایران به اتهام آمریکا در خصوص نقشه ترور بولتون و پومپئو توسط سپاه. به گزارش اسپوتنیک، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت مقامات قضایی آمریکا در تداوم اتهام‌زنی‌های بی‌پایان این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و تداوم سیاست شکست خورده ایران هراسانه در یک داستان سرایی جدید، اتهاماتی را بدون ارائه مدارک معتبر و مستندات لازم مطرح نمودند. کنعانی افزود این گونه ادعاهای بی‌پایه و اساس با اهداف و انگیزه های سیاسی صورت گرفته و در حقیقت فرار به جلو، جفسازی تبلیغاتی و خصوصا فرار از مسئولیت پاسخگویی به جنایات متعدد تروریستی است که دولت آمریکا یا مانند ترور بزدلانه سردار شهید سلیمانی مستقیما در آن دست داشته و یا مانند جنایات تروریستی رژیم صهیونیستی و گروه‌های تروریستی مانند داعش با حمایت و پشتیبانی آمریکا ارتکاب یافتند. و انهدام 300 موشک هیمارس آمریکایی توسط روسیه. به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه تلویزیونی روسی الیام، ایگور کوناشنکوف در نشست خبری گفت در حمله با موشک‌های نقطه زن یک مرکز مستحکم فرماندهی نیروی هوایی اوکراین در غرب این کشور تخریب شد. کوناشنکوف همچنین اعلام کرد کشتی‌های روسی با شلیک موشک بیش از 300 پروند موشک هیمارس و شمار زیادی از گلوله‌های توپ هوویتزر M777 آمریکا را در هدف قرار دادن یک انبار بزرگ سلاح در مرکز اوکراین منهدم کردند. وی خاطر نشان کرد در نتیجه عملیات فعال نیروهای روسی، گردان دوم مکانیک تیپ 14 ارتش اوکراین توان رزمی خودش را از دست داد. بیش از 340 نفر از نیروهای این گردان کشته و زخمی شدند و بقیه نیروها هم از مواضع خودشان فرار کردند.